به نظر من نه تنها پیام مسئولان شفاف نبوده، بلکه توهین‌آمیزتر هم بوده، به دلیل اینکه بازم دارن جوری صحبت میکنن که انگار مردم هیچی نمیفهمن، هیچ درکی ندارن، هر کاری دلشون بخواد مثل گذشته میتونن با انجام بدن و هیچ کس هیچی رو نمیفهمه. حتی الان هم که جامعه جهانی پشت این قضیه رو گرفته، بازم به اونا خودشون رو موظف میدونن توضیح بدن، ولی بازم به ما دارن دروغ میگن، بازم میخوان یه جوری صحبت بکنن که انگار ما نه تنها نمیفهمیم، بلکه حق سوال کردن هم نداریم، حق دونستن هم نداریم. بازم دارن به شعور ما توهین میکنن. چرا؟ در وهله اول شفاف بوده، ولی کی شفاف بوده؟ موقعی که اینا فهمیدن که جامعه جهانی زوم کردن روی این هدف، روی این نقطه زوم کردن که واقعا متوجه بشن که سقوط هواپیمای اوکراینی مقصر اصلیش کی بوده؟ طبق معمول اونا دروغ میگن، اونا میخوان این گنگکاری خودشون از سر خودشون باز کنن، میخوان بگن آمریکا بود، من نبودم، دستم بود، یعنی که عذر بدتر از گناه بیارن. بابا زدید کشتید قبول کنید. وقتی ایران ادعا داره که میتونه همین الان قشنگ خود تلاویف رو بزنه، بعد نمیتونه بفهمه که این هواپیما یا موشکه. ولی حتی اگر این یک حمله سایبری هم بوده و ایران ثابت هم بکنه به مردم اینها، با این مسئله مواجهیم که خیلی ها باز هم شاید این رو نپذیرن، چرا که اعتماد از بین رفته. وقتی در طول تاریخ این دولت از کل اون جنایاتی که انجام دادن، از اعدام زندانیان سیاسی تا قتل‌های زنجیره‌ای تا شکنجه‌ها و بازداشت‌های 88، بازداشتگاه کهریزک و طرز برخورد با این عوامل داخلی که مجرم شناخته شدن که یا کمترین مجازات باشون دستشون در نظر گرفتن یا حمایت کردن ازشون، چه انتظاری دارن که مردم به این راحتی حرفشون و رسانه‌هاشون رو بپذیرن؟ توی جامعه ما هم چیزی که باید کمک کنه به شفاف سازی، چیزی که باید مسئولین رو بازخواست کنه که پاسخگو باشن جلوی مردم، رسانه است که باید حرف مردم، حق مردم منعکس کنه، در حالی که رسانه کشور ما کاملا نوچه و برله فکری این حکومته. یعنی حتی اگه اونا خودشون هم بخوان اعتراف کنن، اینا تا آخرین لحظه سعی در پاچه خاری و گول زدن مردم رو دارن.